میبینی حسن؟ این درخت ها باید بزرگ بشن، باید سر تا سر این تپه ها رو زیر سایه برگ های خودشون میگیرن و این ساقه های باریک باید بزرگ بشن و چوب مورد احتیاج کارخونه های شهر رو تامین کنن. میدونی؟ درست وقتی پسرم شروع به تراشیدن صورتش بکنه، منم شروع به بریدن چوبا میکنم. ولی از کجا معلومه که بچه پسر باشه قربان؟ بهتر پسر باشه احمق. خدا به داد خانم برسه که اگه دختر بده. پسرم چطوره؟ اصرار تو در پسر بودن این بچه مسخره است. مسخره است؟ برو گورتو گم کن. خواهیم دید. ولی یادت باشه بچه من حتما پسره. دخیل بستم که بچه پسر باشه. دخیل بستی؟ مگه به حال تو فرقی هم میکنه؟ نه بابام، بچه خودمونه که نمیگم. مال ما پسر و دختر بودنش که فرقی نداره. من خودم حسن پنجرم، بچم هم که پسر باشه میشه ممل تلمبه، دخترم که باشه میشه فاتح خانم شلت قرمز. نای 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 نای. من واسه بچه اون دخیل بستم. به آره دی. تاریخ بدمنظر، تا کی من باید وجود نحس تو رو تحمل کنم؟ آرمان آرمان تر خدا بر آرمان، از روزی که تو این خونه به دنیا اومدی پس بختی با خودت آوردی. روز تولدت از دشت بد قیافه بود که پدرم مرد. سر به خدا منه نزده برای گمسا و بیرون گمسا. لعنتی حسن. بله قربان. جایی احمق اونو ماشینه بیار. خلعت دردش گرفته قربان. من باید دردش کار قابله بیارم. دردم گرفته او ببخش زنم دردش گرفته. اوی داره اینجا احمق به تو قربان. اوز ببخش بایی کشه میری بیا ما بریم من دو بالتا میم او برو کنار هوا خرابه داره بارون رو داره بابا خدای خودم و زنم و بچم و مبلتونم به یه پاده کرده قرقز رو به تو میخوارم.
بمردم، یکی بیاد منو نازم کنه. آمد به دادم برس. آمدم، ناراحت نباش چطه. دادم برس مات بازیل، اون تو میخاره. کدوم تو؟ اون تو دیگه میخاره، پامو میگم. آره دیگه چرا دارتا منو نمیفهمی؟ بله مثل اینکه تنه تن میخاره. گوش کن، اومدم بهت یه مژده بدم. مژده به چه درد میخوره؟ مهربانی بده. الان خبر آوردن خدا بهت یه پسر. چی شد؟ چی شد؟ خدا کار خودشو کرد. چی گفتی؟ به اون چی داده؟ به اربابم. دختر داده. وای پام مردم خدایا. پام به دستم بدسین. بهش گفتن یا نه؟ چرا دکتر رفت بهش؟ نه این غیر ممکنه. بگو دکتر، این درسته؟ بله درسته. بچه شما دختر آقای فخر، بچه هدیه خداوندیه. پسر بودن یا دختر بودنش نباید مهم باشه. برای من مهم مرد. من میخواستم پسر باشه. من پسر میخواستم. بله دکتر، تشخیصتون کاملا درست بوده. اون برای همیشه فلج میمونه. بهش خبر دادین دکتر؟ بله. حتما خیلی ناراحت شد. نه، وقتی فهمید برای همیشه فلج میمونه مثل یک سنگ بی تفاوت بود. فقط لبخندی زد و گفت باشه دکتر، حتما خواست خداست. اون باید یک کوه باشه، یک کوه از قدرت. ولی وقتی بهش گفتم بچهش دختره، این کوه از هم پاشید. شاید باور نکنید مردی که به نظر شما یک کوه از قدرته، وقت شنیدن این خبر مثل شاخه خشک یک درخت شکست. امیدوارم این مسئله سلامتیشو بیشتر از این به خطر نندازه. در هر حال اون لااقل از این تاریخ تا 6 ماه دیگه بایستی پیش ما باشه. تا اون زمان حتما آرومتر میشه. از بابت کمرتون متاسفم، ولی از اینکه زنده موندین فوق العاده خوشحالم قربان. زیادم خوشحال نباش دکتر، الانش هم فرقی با یه مرده ندارم. برو جشن قربان. یه صندلی چرخدار برای همه عمر درد آوری. درد اون درد دیگه یه دکتر. درد اون اینه که برای همیشه آرزوی داشتن پسر تو دلش مرده. خب حسن، اسم پسرتو چی میذاری؟ والله چون به خودم میگن حسن پنچر، خیال دارم اسم پسرمو بذارم ممل تلومبه. نه لازم نیست، باید اسم پسرتو بذاری شاهی. هرچی باشه اون توی املاک من و میون خانواده من به دنیا آمده. همیشه آرزو داشتم اسم پسر خودم رو بذارم شاهی، اما حالا تو این اسم رو پسرت بذاری شاهی. آخه شاهین تلومبه که نمیشه قربان، باز ممر تلومبه باشه. احمق، نمیتونی ببینی پسرت یه اسم دهن پرکن داشته باشه؟ اسم دهن پرکن به چه درد میخوره؟ باز شکم پرکن باشه. نمیخوام چشم هیچ کدومشون منو اینطور عاجز و درمونده ببینن. زود باش. یالا بریم پی کارتون. برین دیگه. چی شده همتون دویدین اومدین اینجا؟ از خلا کجاست؟ از دولا گربان. اونا اونجاست گربان. اینم از دولا که سراغشو میگرفتی. بد ترکیب قوزی بی کمک کن. تو با بوی منو بشناسی. خیال نکن چون کمر من شکسته میتونی سر من سوار بشی و تو دل چروکی داد به من بخندی. هنو قدرت دارم که با شلاق تمام استخوناتو نرم کنم. از این به بعد از پشت این صندلی تکون نمیخوری. تو دیگه کاری نداری جز راه بردن این صندلی.
آره تکون بخورم منو ببر تو اتاق طلعت. خدایا خودمو اهل خونه طلعت خانومو اسدالله قوزی و شاهین قلمبه رو به دست تو میسپرم. آمین یا رب العالمین. صحبت میکنم میخوام تو چشمای من نگاه کنی. اسمشو شیرین بذار. شیرین شیرین من، دختر قشنگم، عزیز من، دختر مامانم، عزیزم شیرین من، پسر من، اصل من، خوشگل من، زیدگر من. الهی که مادر به قربونت، الهی قربون اون چشات برم من، مادر که فدات بشم من، الهی قربونت. ببینم بچه همو بچه همو چی کار کردی اینقدر لاغر شده؟ چی رو لاغر شده؟ هنوز نایمده عوض سلامه داری پرس پلا میگی؟ داده بچه رو در آورد. تو که تا حالا این بچه رو ندیدی، از کجا فهمیدی لاغر شده؟ من خودم 120 کیلو هستم، بچه‌م باید اقلن 20 کیلو گوشت خالص باشه. این که همش استخون بابام زرزرن میکنه، شلوارشم خیلی خوبه. خوبه بدش به من، الهی که مادر به قربونش بره، از سرت هم زیاده. خوب همینه که خدا دادی. راستی ارباب گفته اگه اسمشو شاهین نذاریم دیگه لب به گدان نمیزنه. چی؟ تو چی میخواستی اسمشو بذاری ممل پلومبه؟ خب حالا دیگه شده شاهین قلمبه. شاهین من، پسر خوشگل من. سالش نشده دختر. شیرین بابا ما بری ببینم شیرین، تا حالا کجا بودی؟ داشتیم درخت داره میشمردیم بابا. چیه پسر؟ چرا چپ چپ به من نگاه میکنی؟ چیه؟ بیا با حالم بابا بیدار. هیچ بهش نمیاد پسر تو باشه حسن. به چشماش نگاه کن، آدم بدش نمیاد باهاش به سر بذاره.
قربان لطفا با بچه خودتون سر به سر بذارین. میدونین اگر فقط چند سال بزرگتر بود به خاطر رفتار الانش بدنشو با این شلاق آشنا میکردم. سعی کن بهش یاد بدی از حالا گستاخی رو فراموش کنه. فعلا خودت که میدونی حسن، من به خاطر بچه‌ام زندگی میکنم قربان. من این گستاخو ورش میدارم و از اینجا میبرم که هیچ وقت با این شلاق آشنا نشه. جواب ما رو نمیدی؟ چی شده پدر؟ دعوا کردی؟ کی زده تو چشم؟ نه نه بابامی این چیه چشممو درد آورد؟ ببینم خیلی خوشت اومده. خب حالا بگو ببینم چرا دعواتون شده؟ من از دست این ننت به ستو اومدم. تمام زیر شلواری های منو برداشته و دمکوری درست کرده. تا بهش میگی که این طوره میکنی کپکی رو میگشه و میزنه تو چشم. خب پس شکایت اومدی ها؟ نه چه شکایتی بابا، تازه یه چیز دیگه هم هست. صاحب کارم بیرونم کرده. این همون جاده‌ایه که شما چوباتون رو با کامیون از اونجا برای شرکت ما هم میکنین، ولی شما هرگز نمیتونین با وضع این جاده زودتر از قطار به ما چوب برسونین. من به شما زودتر چوب میرسونم از همین جاده. این حرف منه و اجرا میشه. ولی نصف بیشتر این جاده پیچ با پیچ و آسفالت نشده است. خیلی خوب، ما میکوبیم و آسفالتش میکنیم. زمان زیادی میخواد. برای من یک ماه کافیه. شما چطور میخواید ظرف یک ماه جاده به این خرابی رو بکوبین و شندیزی و آسفالت کنین؟ به نظر من این غیر ممکنه. برای من ممکنه اگر پاهای من حرکتی ندارن، ولی مغزم خوب کار میکنه و برادرزادمو که اینجا میبینین اون چی که مغز من طرح کنه خوب عمل میکنه. درسته مسئول؟ هرچی شما بگیدم اونجا. آفرین پسرم. آه شیرین هم اومد. سلام پدر. سلام. سلام دختر. سلام آقا. خب چطور بود دخترم؟ حتما سواری خوبی کردی. بله پدر. خب منو به این آقا معرفی نمی کنی؟ دختر من شیرین، آقای مهندس بهزاد. خوشبختم. خوشبختم آقای مهندس. خوش به حالت مسعود، تو بهترین دختر دنیا گیرت اومده. آخه میدونین قراره که برادرزاده من و شیرین همین روزا با هم نامزد بشن. میگم چطور نامزدی رو بذاریم برای روزی که جاده آسفالت شد. چطوره؟ جالبه، خیلی جالبه. ما باید تا یک ماه دیگه این جاده جنگل به شهر رو شنریزی کنیم تا آسفالت بشه. برای حمل شنها من 7-8 راننده میخوام و تو باید پیداشون کنیم. اینجا خیلی آسونه عمو جان. نه پسرم، راننده هایی که من میخوام باید اینجاشون به کلی خالی باشه. آدمایی باشن که اصلا ترس و نشناسن. من 7-8 مرد جهنمی میخوام.
چیه پسر؟ عباسیا. چی؟ عباسیا؟ قبلا چی کار میکردی؟ فیلم میبردم سینما. تو اسمت چیه؟ نشنیدی چی گفتم؟ بهش میگه علی خاطرخواه. مگه خودش لاله؟ نه خاطرخواست خورمون تا دهن شما کنه از شعر سوزاش دیر کنه. خب اسم تو چیه پسر؟ با تو هم مزغون چی؟ جون؟ پرسیدم اسمت چیه؟ بهمون میگن الاف. چی؟ اسممون جواته اما همه بهمون میگن الاف للف لاف. شما همون الاف خالی صدامون کنیم واسه هفت پشتمونم بسه. چطوره بچه ها؟ خیلی خوب الاف، یادت باشه اینجا باید مزغونت از خودت جدا کنی و رول کامیون رو محکم بچسبی. من اینجا مطرب نمیخوام، شوفر میخوام. چسبیدن رول تو چشم. اما اسم این آلت گیتار نه مزغون قربان. قبلا چیکار میکردی؟ آواز میخوندم. ای وقت دارین یه دم واسه تون کارش رو بکنم. اینجا بدی، اگه وقت کردی یاهوین برو خونه باشه امت بخونی. آواز خونه خوش آقابتی نیستی. اسمم محمد چطبلی قربون. از دست زرم فرار کردم، اومدم کار کنم پول در بیارم عرق بخورم. انقدر یاوه نکن مرد، گوشاتونو خوب باز کنین. من اینجا از شما فقط کار میخوام. حقوقی که به هر کدومتون میدم سه برابر مزدیه که جای دیگه میتونین بگیرین، و در عوض میخوام کاری رو که تعهد میکنین به خوبی انجام بدین. اسم این مرد قاسمه، یک راننده بیباک، سریع و باهوش. قاسم از این به بعد سرپرست همه شماست. خود من و برادرزادم مسعود کارهای حمل شنو زیر نظر داریم. ضمناً یک مسئله دیگه، مدت این قرارداد یک ماه و جایزش یک قوطی سیگار طلاست. چنانچه هر کس تعداد راهاش بیشتر از سایرین باشه جایزه مال اونه. من میبرم، من میبرم. خودم داستانی میتونه بعد از این رئیس رانندگان این کمپ بشه برای حمل چوب. این سویچ ماشیناتونه، شماره‌ای که روی سویچه شماره ماشینه. من سویچ ها رو به وسط میدون میندازم، با برداشتن سویچ هر راننده ماشین خودش رو پیدا کنه و سوار بشه. باز همین خالم را زبی سگدست 54 راه، جواد 62، قاسم 73 و نقیم. متاسفانه تا کی کمرش تو گچ میمونه معلوم نیست. بیچاره تنها کسی بود که میتونست جایزه از دست قاسم در بیاره. اون راننده خیلی خوبی بود. اون هنوزم راننده خیلی خوبیه، باید بیاد سر کارش. ولی نمیتونه بیاد عمو جون، اون هم کمرش شکسته هم ترسیده. مسخره است. تو این هفته این دومین راننده این ماشینه که با میمونه. با فردا باید یه نفر دیگه بیاد سر کار. پدر این چی؟ یه چیک برای زن و بچه راننده که کمرش شکسته. امضاش کنیم پدر، میخوام برم شهر بهش بدم. خیلی خوب، ولی بده قاسمی یا یه نفر دیگه. رفتن
رفتن من برای اون و زن بچه‌ش یه نوع دلجوییه، ممکنه خوشحالش کنه. من آدرسشو از باسم گرفتم، اجازه میدی برم پدر؟ خیلی خوب، برو. متشکرم پدر، خدا حافظ. خدا حافظ. ما باید تو فکر یه راننده دیگه باشیم. میدونی عمو جون، فکر نمی‌کنم دیگه کسی روی این ماشین کار کنه. شوفرا میگن این ماشین نحسه. مزخرف میگن. برای من فقط تنبلی و ترس و حماقت این بیشعورها نحسه، نه چیز دیگه. رستلا، همشونو میگم، یه زن به همه اون احمقا میارزه. بفرمایید. البته متشکرم. بسیار خوب، خدافظ. همه شهادت دادن که شما تقصیری نداشتید. خب چطوری میتونم ازتون تشکر بکنم؟ ما چه کاری نکردیم؟ آه چرا؟ همون که من از اون محل نجات دادیم و اون پسرک رو به بیمار رسوندیم. شما مرد خیلی خوبی هستید. میدونین اگه اینو به مادرم بگین از خوشحالی قش میکنه. شما قش کردین؟ و خیلی عالی رانندگی میکنین. سب کنیم ببینم شما حالا چی کار میکنین؟ شغلتون چیه؟ فعلا بیکارم. عالی شد، عالی شد. شما همونی هستین که پدر من میخواد. یک کار خوب که فقط شما میتونین از اختش بر بیاین. من شما... ترمز دستیره بکشین خانم. از چی دارین حرف میزنین؟ از یه کار خوب برای شما. بیاین این کارت روش اسم پدر من نوشته شده، آدرسمونم روی کارته. هر دو حتما بیاین اینجا، منتظرتونم. که میخوای بری اونجا کار کنی پیش فخر؟ آره پدر، تو اونو میشناسیش؟ میشناسمش یا نمیشناسمش توفیری نمی کنه. تو نباید بری اونجا کار کنی. تو معلوم هست چی داره میگی پدر؟ وای چی؟ از کن دارم چرت و پرت میگم. چه خبرتونه؟ چیه مثل سگ و گربه دارین دعوا میکنین؟ هیچی، اون میخواد بره کار، منم میگم نبایست بره. پس اون وقت چی کار؟ عینه تو خیابونا بگرده و گنجشگاهی تیرایی پست تلگراف بشماره ها؟
نه بابام، هر جا میخواد کار بکنه بکنه، اما نه خونه ی فخر. چی گفتی؟ فخر؟ اونجا چه خبره بابا؟ چی هست که به من نمیگین؟ مگه این آدم چشه وباییه؟ تو به من بگو پدر، چرا نمیخوای من برم اونجا؟ چراشو نمیتونم بگم، راستش خودم هم نمیدونم، اما نمیخوام بری اونجا. خب پس من رفتم بخوابم. شبت بخیر. شبت بخیر پسر. ببینم حسن، چطور شد که بعد از این چند سال باز حواس کردی بیای پیش من کار کنیم؟ برای اینکه پولش زیادی قربان، به قوزک پای بی پولی لعنت، بگو پیش باش. نه نه نه، اصلا این کار به درد تو نمیخوره حسن، بدش به من. اما میتونی بیای راننده ماشین خودم بشی، مثل سابق. چطوره؟ هرچی شما فرمایش کنی گلدا. آره آره، اون کار برات خوبه، فقط میخوام یه راننده کامیونم برام پیدا کنی. با لازم نیست بدر، بهتون که گفتم من خودم براتون پیداش کردم. آه دست بردار دخترم، اون پسری که دیروز کمکت کرده بود اگه میخواست بیاد تا حالا حتما اومده بود. الان دیگه نزدیک زوره، اون حتما نمیاد. اتفاقا اون اومده پدر. خدای سلام. حالا چطوره در؟ حالم که پدر، یعنی این پسر توی؟ بله قربان، همون بله قربان، همون که اینقدر بودی حالا اینقدر شدی. ها خوبه، بیا چرا به خیلی بزرگ شدی، واقعا تصادف عجیبیه. تو اینو یادت میاد دخترم؟ همون همبازی بچگیته. وای که شما دوتا توی این باغ چه آتیشی به پا میکردی بعد از 20 سال. اما پسرات خیلی خوب شده، درست مثل یک پهلوونه. باشه دخترم، فکر میکنم این همون راننده یه که من میخوام. ببینم پسر، تو هنوزم همون قد کل شق و یک دنده هستی؟ پس چرا جوابمو نمیدی؟ من دوست ندارم کسی حرفمو نشنیده بگه. پرسیدم تو هنوز کل شقی بچگی تو داری؟ نه نه نه. خیر قربان، خیر قربان. خیلی خوب مسعود، اینو ببر پیش بقیه راننده ها. گوش کن، تو دستمزد خود یادت باشه که من از دردسر هیچ خوشم نمیاد. اتفاقی بین راننده ها بیفته باید خودشون یه جوری رفع رو جوش کنن. از دعوا و بزن بزن و آرتیست بازی هم هیچ خوشم نمیاد. و اگر همونطوری که گفتم کل شقی و یک دندگی رو کنار نذاشته باشی، میتونی از همینجا برگردی. خب چی میگی؟ راه کم پس کدوم بره قربان؟ پس میتونی، مسعود راهو بهت نشون میده. خب دیگه خدافظ. خدافظ قربان. تو پدر خوشبختی هستی.
کی بود؟ تازه وارده. خیلی جور برداشته. ولی با من طرف ده. سر این رو پاش کنه همچین پیشی جلو ما که نزید کله بشید جلو منم پیچید آدم چاشا کنونه این جو از کجا سب شده فکرش نکن دور گشتگانه خیش بشه آره دارم این مستقانه دونی شکر اول نوبت من ایمان تو سرست اومدم یا من یا خطی داره چراغ لفتش میدی آه بزن خطیم در را بزن کنار استراحت کنیم ببینم خواهده باره تو چرا اینقدر عجله داری آخر همه اومده اول همه میخوای دری این چه فرم رانندگیه چه شد بگوشی سیگار طلا افتده مگه تو لاری پسر آخه یه کلوم حرف بزن من حسنه ندارم حرفای هشمن یه شی بزن هشمن یه شی؟ مگه حرفم کشیمنیه باشه ببینم اگه مردی باشه آخه مردم از گردن کلوکی چرا جوش من منو پر کن بگم فقط جوانی نشدم برای من زیادتر بدی برو بابام دیگه میزنم تو خیکت که بری تو دیگه تا اون پیاسه دادم قرم دسته دهنت بو میگیده نمیشه بشین روی این صندلی بشین بینم مگه تو مریضی که میخوای اونو تو اچال بندازی نوتکا تموم کن فیلم رو تماشا کن آی ده بریز بینه داد میزنی کاسم آقا بریزم بیشه بیا فکر نمی کنی اشتباهی نشستی آف بسا نه جام راحته چی گفتی؟ راحتی باشه بسر باشه نمکاتو جمع کن باستم خواهد تو دست پنجتو ناراحت نکن باقیش با من باشه بسر یه انون پیش من امانت داری کیا تو اینم سهم من واسه خوش اومدگویی و موز پر رویی جانم جان شخصت به نظرم نمستم باش کنید آهن آهن چیه اصلا فولاد تو هم بخوره میره اون دنیا اصلا شست نیست شست و نوه خب شاهید چیزی میخواستی بگی آقا سر نه نمیخوام چیزی بگم با اون صندلی رو برد و سر جاش هی دیدی چه دوری برداشت با یه ماشیش به لوشیدی خاک برسد کنن کشل بی بخاری من از افراد نمی ترسم
شده؟ اون چه شده؟ شیرین کاری رفقا، بعضی از شوفراتون همچین تو نخ جایزن که خیلی رو راست رفیقاشونو میکشن. الان کجا میخوای ببریش؟ بالاخره یه جایی دواگلی چیزی پیدا میشه. برو بالا جواد. بلش کن. برو بالا. تو به کارت برس، من میبرمش. بیارش تو ماشین من. هر کاری میگه بکن. کشترم تو راحت باشی و بری به قاسم برسی و حسابی کنفتش کنی. من چه زمنی؟ خیلی خوبه، تو برو. رفتم که بهش برسم. صبر کنید، میخوام قیقاج رفتن شاهره تماس کنم. کودا این او تیر شهاب میره. آره خیلی نترسه. چاش خاطی شده علی دولومبه، بی خودی میپرونه حرف قلومبه، صبحتاشو میدنده یه دستای غاچاق میکنه تا میتونه ماشین مردم و مراق میکنه. بین این برو بچه ها راستی که این شاهین تکه، من اونو دوستش دارم چون که بیدود و کلکه. او قاسم بیمر فر 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 ببخشی قاسم آقا، تو جاده میپیته دلوی ما، ویراج میره این برون بر دایی میشکنه این سر ما. جواد سرا بر گفتی همه کمیشون گفتی، جواد سرا بر گفتی همه کمیشون گفتی. اما این عباسی ها بد میاره، همیشه سجدت میباره. در عوض محمد چطر نمیزنه، همیشه بطا میکنه. مال دنیا رو فقط تو زندگی ارزش نداره، دلخوری میها به بار میاره. قوطی سیگار طلا تو زندگی ارزش نداره، دلخوری میون ما به بار میاره. جواد طلا گل گفتی همه کمی شل گفتی، جواد طلا گل گفتی همه کمی شل گفتی. بسته دیگه، بگیری بخوابی فردا واسه زودتر بلشی. که دیروز بود، روزایی که به این درخت ها تاب میبستیم و بازی میکردیم. منو به خاطر میاری؟ تا چطور؟ هنوز منو یادت میاد؟ خب پس طور دیگه میپرسم، هنوز منو به اندازه زمان بچگیمون دوست داری؟ تو چطور؟ تو هنوز عوض نشدی، از همون بچگی مغرور بودی و هنوزم هستی. تو بچگی هم همیشه اول باید من میگفتم دوست دارم. خیلی خوب، الانم باز اول من میگم. آره من هنوزم دوست دارم. این همون چیزیه که منم میخوام بهت بگم. پدر چیه؟ آخه پسرم یه چیزی بگو. چی میخوای بگم؟ من که بهت گفتم، حالا دیگه اون دختر آقای فخره، نه اون هم بازی 4-5 ساله. حالا دیگه نباید تو اشتباه کنی، دختره رو برش داری ببری پشت درخت ها. میدونم پدر،
خیالت راحت باشه، من هم خودمونو میبینم، هم فخر و دخترشو و هم فاصلمونو. تو برو به کارت برس، دیشب فقط یه تصادف بود، دیگه هم پیش نمیاد. هی 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 شاهین، وایسه ببینم، اگه پول خورد اضافه یاری 30 تومن بگی. زود باش ببینم، معطلم نکن. میشه بدونم برای چی؟ آره واسه دونگه، آخه میخوایم عرق بخریم و شب کاریشو بکنیم. فکر میکنم این همه راه بی خودی اومدی، واسه اینکه من اهل مشروب نیستم. فعلا خدافظ. اوی اوی احمق دیوونه، تو یا خوری یا اینکه خوری. خوبه، خیلی خوبه، آفرین. خوبه. پدر میبینی؟ شاهین تو این چند روزه واقعا محشر بوده، هیچ نمیشه تصورشو کرد. آره دخترم، درباره این مسئله مثل این که من باید از تو تشکر کنم. پدر، بهتره همین الانه به خودش بگین. شاهین، نگفتم پدرم هم مثل من عقیده داره تو راننده فوق‌العاده هستی. دیگه دلم نمیخواد اون اینجا باشه، تو چشماش یه چیزیه که من اونو کاملا حس میکنم. تو چشماش مسعود خواه. آره تمام به شیرین راسی و تمام به اون جایزه. خب بیتونی بری. بودن شاهین اینجا برای خیلی ها بره، باید یه فکری براش بکنیم. من از چطفل امونتیه را برده بیخیالش. آخ نوبر بهار دارم، عرق بیان ببرین از این عرقا. چه عشقی داره بچه ها. من مال خودم با انگشتونه میخورم که به دلم بچسبه. من که نوکرم هم از چطفلم، خیلی کله داره به خودم. اما میگم قاسم هم آدم خوبی ها، خیلی لوتی گیری کرده که اجازه داده این کار با خود بچه ها. بچه ها پسر مورده حرف از این محصیت داره. ببینم کی به سلامتی هم دیگه میریم بالا بچه ها. هیچ وقت. بهتون که گفته بودم اینجا مشروب نباید بیاد، چون برای بار اول حرفمو گوش نکردین فقط بطریاتونو میشکنم. اما اگه تکرار بشه اون وقت گردنتونو میشکنم. الاف. بله بطریا رو جمع کن. الاف پوریجی لحاف. بله بله بده من پاریگی نکن. بده من ده تو میخواهی بله من بفهمی. حالا تمام بطری ها رو دونه دونه بشکن. دروغ میگه علاف، مال من رو نشکن. خفه بهت دستور. حالا که دستور میدین گناهش گردن خودتون ها. اما من میگم که چیزه، خدا رو خوشش نمیاد. چشاتو ببند رفیق، نمیخوام زیاد درد بکشیم. دستت بشکن. وای بازم آقای پایی بای بای نگاه کنیم چی چی نمیشکنه. وای با کمرم. ما کلی معذرت، اما خب چیکار کنم، حرف حرف زوره دیگه بچه. این یادتون باشه دفعه دیگه تکرار نشه. منو ببخش بابا جای. وای شانس ندارم بابا. الهی من فداتون بشم.
ببین که تو شماره در راه انجام وظیفه شکسته همه تقصیر تو پوز ملوکه. ببین با چه مظلومیت روی زمین ولو شدن این مادر به قربونتون بگی لگردن با ازبانیش بشکنی. قاسم من قربان خیلی ازت متشکرم که به من خبر دادی. وظیفه‌ام بود قربان. به هر حال تو به وظیفه خودت خوب آشنا هستی، اینا خوب یاد من میمونه و مطمئن باش منم تلافی خواهم کرد. متشکرم قربان. من میدونم تقصیر کیه، من میدونم کی به فخر لا خود داده. تو نمیری مثل این که منم فهمیدم. منم فهمیدم کار کاره کیه. فهمیدی باش بریم بچه. کجا؟ آن؟ تو یه آدم سخنچین و فضول و ناورد هستی. از چی داری حرف میزنی؟ از بطریم که داشتی با فخر حرف میزنی. آره تو بهش گفتی؟ شما همه تون دیوونه شدین. ما نه، تو دیوونه شدی. حالا فهمید نوش جان. چه ساعتیه پدر؟ پنج و نیم صبح. اما تو باس امروز رو بخوابی. ما چرا اینجا؟ تو با اونا با اون یارم اومد. یارم اومد. کجا داری میری؟ میرم سر کار. از این کار دست بردار پسر، بیا برگردیم شهر. این راهی که میری رفتن نداره. ما تا وسط راه بابا این دستمون از پری بسته. من که راننده به این بیف کله ای نده. چرا بزنید؟ عجب اون سخته بابا. بابا میرفتم کمپ. راه درست اومدین. دست راستتون کمپه. میدونم، من برای شوخی نیومدم، اومدم تو رو ببینم. منو برای چی؟ برای اینکه فکر کردم، فکر کردم ممکنه با اون حالت، با اون ضربه هایی که به سر و صورتت خورده احتیاج به کمک داری. متاسفم که مایوس شدی. میبینی که ندارم. آره آره میبینم. پس خدافظ. وایسا تو یه جور مخصوصی با من حرف میزنی. بیادبی کردم؟ نه، ولی میخوام بفهمم چرا، دلیلش چیه. باشه میگم. پدر شما و پدر خودم، یه رئیس و یه خدمتکار، فاصله کمیه. کی این حرف رو بهت گفته؟ عقلم، همون کسی که اون شب تو باغ یادش رفته بود که فاصله بین من و شما چقدره. خدافظ. جوان واقعا شاهکاره. ولی پدر دیشب ممکن بود اونو بکشنش. ولی الان اون زنده است مگه نه؟ دفعه بعد چی؟ با نصرتی که راننده ها به اون دارن
فکر میکنم وقتی برای زنده بوندنش نمونده. آدم مغروری مثل شاهین هیچ وقت نمیمیره. اون با اون حالش صبح زود بازم کارشو شروع کرد. این پسرش مثل یک کوه مغروره. همین؟ شما هیچ بازخواستی از 7-8 راننده ای که یه نفر رو کتک زدن نمی کنی؟ گوش کن دخترم، اختلاف بین راننده ها به خودشون مربوطه. من فقط میخوام کارمو لنگ نذارن. همین. حالا اگه چیزی بین خودشون هست، اون جهنمی ها زبون همدیگه رو بهتر میفهمن. این مال دو تا دشت، هر کدومتون رو توی زمین او یکی بکارن خوش میشین. شما شما باید الان خوابیده باشین. تو هم همینطور. هنوزم پدر من و پدر تو باعث میشن که ما با هم غریبه باشیم، حتی اگه من تو رو دوست داشته باشم و حتی اگه تو منو دوست داشته باشی. کی اینو گفت؟ چشمای تو میگن. صبر کن. من دوستت دارم. میدونم که تو هم دوستم داری. ما بدون همدیگه نمیتونیم زندگی کنیم. فراموش کن. آخه چرا؟ ما میتونیم زندگی همونو به هم گره بزنیم، اونطور که قلبامون میخواد. این آسونه؟ برای یه مرد آره، مردی مثل تو که نمیترسه، مردی که برای به دست آوردن اون چی که میخواد تلاش میکنه. فقط به هم بگو که دوستم داری، بگو. همین برای من بسه. بگو دوستم داری، بگو شاهین دوستم داری، مگه نه؟ آره. متشکرم شاهین، مطمئن باش همه چیز درست میشه. یعنی تو همه چی رو درست میکنی، ما با هم ازدواج میکنیم، مگه نه؟ تو اینو میخوای؟ آره. هیچ وقت از این آره گفتن پشیمون نمیشی؟ نه. حتی اگه پدرت مخالفت بکنه؟ مثل اینکه صدای پا اومد. فرد شب میبینم. خیلی خوب. دیدی آره دیگه گورت کام کن بعد ترکیب قوسی. پسره ی حق باز عالیه دیگه. باز از نظرم تو میتونی اونو به کلی از سر راه من برداری. یعنی بکشمش؟ آره، اون بزرگترین رقیب توه، نمیذاره جایزه قسمت تو بشه. اما اگه جسدشو برای من بیاری علاوه بر جایزه 10,000 تومانم بهت میدم. نه من نمیتونم اونو بکشم مسعود خان، اما جایزه‌رم نمیذارم از دست من در بیاره. فردا روز باخت شاهینه. آی ببینم آقای میرزا قاسم، امروز روز خوشبیاری تو. هر روز روز خوشبیاری منه کتوله. شاهین کجاست؟ این یاره امروز خیلی دور برداشته. کجاست؟ داره به موتور ماشینش فر میره. دیشب اجنا دخل موتورش رو بردن. چی؟ اجنا استراب بزن. من میزنم، اون نمیزنه. نه خیلی فایده نداره. درست بشو نیست. اما نمیدونستم قاسم و دارو داره اجنه ها. ببینم حالا نمیشه قارقره که منو تو برونی. ماشین برو جونتو کولاک میکنه. ولی آخه اون ماشین توه. بفرما. حالا شد ماشین تو، خوشت اومد.
چرا این کارو کردی؟ سواشو برو، من که نمیتونم اون جایزه رو ببرم، اقلا تو ببرسته برو دیگه، تو خیلی عقبی، برو قربون. آره درسته، ولی تو که صبح دخل ماشینشو آورده بودی. آره، ولی انگار اگه دینامیت میذاشتم که ماشینشو داغون میکرد بهتر بود. اسم که باز اون برنده. نه نه، باز برنده بشه، ولی میشه مگه نه؟ حرف دیشب یادته؟ کدوم حرف؟ یادی که گفتی اگه شاهینو از جلوی پات بردارم 10,000 تومان میدی؟ آره من گفتم 15,000 تومان میدم. پس دیگه اون زنده بر نمیاد. من تو کم منتظرتم تا لاششو برگردونی. میکنم دلیلشو بدونه بیرونت میکنم، درسته؟ گفتم بده بهش. وقتی من با کسی حرف میزنم باید جوابمو بده. حرف بزن. تو چیزی نمیخوای بپرسی؟ نه ماما میه پدر. آره بریم بسرم قاسم، زود یه راننده دیگه پیدا کن. چشم قربان. یه نقه سب کن، بی سمت دوتا پیدا کن. منم دیگه اصلم از این قرقرک سر رفته، با این مسکن بیشتر خوشم. اه یه نقه سب کن ببینم، ما تازه داشتیم با هم رفیق می شدیم. ما رفیق هستیم، فعلا خداحافظ رفیق. بره هستیم. بیا برش دار، منم دیگه نیستم با اون جستای عبدو خیاری. دور برداشتم و اومدم. بگیم با هم نیستیم. من هم نیستم. بهتر اون جایزه رو بدی به قاسم جونه. حاجیت هم نیستش، بفرما. من هم نیستم، بفرما. ما هم نیستیم. احمقای دیوونه جهندم، همه تون برین کمشین. قاسم برا قربان، یه مش راننده جدید پیدا کن. چشم قربان. برو و تو هم خودتو برای ازدواج با شیرین آماده کن. قربان بیرم بابا. خوب یالا برید دخترم از هر جا شده پیدا کنین و بیارین اینجا خیلی زود. آه.
میدونستم بالاخره اینطوری میشه. فقط آدمی نیست که وقتی دخترشو از چنگش در بیارن ساکت بشینه. منم آدمی نیستم که بذارم سنم از دستم بگیرن و ساکت بشینم. واسه ببینم پسر، آخه چی کار میخوای بکنی؟ حالا دیگه صحبت ناموس پدر. راست میاد اینجا، من میشناسمش. توی خونه خودم به دنیا آمده. اون یک راست میاد تو این اتاق، روی همین فرش تنها میاد. من نمیخوام شاهدی دور برم باشه. همه رو مرخص کن برن تا فردا. چه گفتم اون میاد. بیا پسر، من منتظرت هستم. زن من کجاست؟ کلمه رو تکرار نکن دیگه، اون دست کثیفت به اون دختر نمیرسه. زن من کجاست؟ این وکالتنامه طلاقه. اگه میخوای سالم از این در بری بیرون، اینا امضا کن. این راه خوبیه برای اینکه بی درد سر با هم خداحافظی کنیم. حال منو به هم میزنی پیر مرد. روزی که پدرم احساس کنه تونسته تو رو مثل انار به چلونه، اون وقتی که بین ما فاصله میافته. Bakışış!
کیه اونجا؟ کیه اونجاست؟ خدا فخر بزرگ خر مختزر نگاه کن چه بیچاره شده بخز 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 مثل کرم خاکی بخز بخز بدگواره یک کسافت بذار دستم بهت برسه قوزی نمک نشناس بیا بیا این شلاغت حالا بزن منو بزن لعنتی هر کاری میخوایی بکن اما من انتقامم رو ازت گرفتم میدونی شاهی کی ارباب اون پسر توه آره پسری که یه عمر آرزوشو داشتی اما من تو را از نعمت پسر داشتن محروم کردم به خاطر زجرهی که به من دادی به خاطر کتکهایی که منو زدی و به خاطر تمام کلمات زشتی که به من گفتی بزن ارباب بزن اما من انتقامم ازت گرفتم اون شب که تو و حسن دنبال قابله رفتین یادته من توی خونه تنها بودم من بودم که پسر تو رو با دختر شوفرت حسن عوض کردم آره انتقاممو گرفتم ازت ارباب انتقاممو گرفتم این آدم افلیج از تو انتقام گرفت خدایا خدایا بزرگ از گناهان من بگذر بزرم شاهیل شیرین خدایا مادر جون اون شاهینه سب کنید از جاتون تکون نخوره اگه اون از دست فخر آدماش زنده بیرون اومده از دست شما هم کاری ساخته شیرین خدای من چی به روز تو آوردم خودشون بذارم از اون تو دخالت نکن دیگه نباید دست چسیف اون به دستای شیرین بکنه تو با اون تفنگ همون ارزشی رو داری که بدون اون داشتی یعنی هیچی خیال میکنی با کشتن شاهین به چیزی غیر از مجازات میرسی؟ اما با کشتن هر دوتون به یه چیزی میرسم بنداستن این اون تفنگ تو اون شاهین پسر منه پیر مرد بدبخت دیوونه شدی؟ همینش هم داشتی؟ چلاخ چه بودی دیوونم شدی؟ آرام پسر شاهین؟ سرت هست و لونو
با دختر حسن عوض کرده بود. نگاش کن، تو رو با خدا عین خودم نیست. همیشه میدونستم یه چیزی تو وجود این پسر هست که من میشناسم. نگاش کن، از یه عمر منو از داشتن اون محروم کرد. اما حالا بهش کاری نداشته باشی. من به اون حق میدم، خیلی اذیتش کردم. شیرین دخترم، دخترم گریه نکن. خب دیگه اجازه بدین که ما رایی بشیم. چرا نمیمونی پیش ما؟ کار ما که هنوز تموم نشده. ما هممون بازم کارمون رو ادامه میدیم. هممون بیترشم. بودو بودو دیدی؟ نمیخواد بگین قربون، خودم میدونم که باعث از اینجا برم. چرا؟ چرا؟ تو راننده خوبی هستی قاسم، پس میتونی بمونی اینجا کار کنی. اینجا رو پاک کن قاسم، قلب تو. سعی کن همونقدر که راننده خوبی هستی انسون خوبی هم باشی، فهمیدی؟ راست میگه، من نوکرشم به خدا، سالار همش. مگه نه آقای نهوزاده؟ من فقط یه رفیقم، همین یه رفیق. قربونه تو رفیق. شیرین به من گفت که تو هم میخوای بری هست الله. بله، خودم بهشون گفتم. چرا؟ برای چی؟ نمیدونم، اما میخوام یه خواهشی ازتون بکنم. بگو هست الله. اون صندلی رو بدینش به من. من با اون صندلی آموخته شدم، بهش عادت کردم. با این صندلی فقط همیشه برای من زنده. خیلی خوب، ببرش. ممنونم. ای وایسا، قربون شما بچه ها، سب کن. من یه رفیق را پیدا کردم. خدا حافظ بچه ها. آبارم اردن دردن آبارم اردن اگر تو چه